شب شما بخیر حضرت اشرف. ارباب جراید این روزا خونشون حلاله. کاش بیشتر هم دیگر بگیرم. گرفتن، تبعیدم کردن. وقتی برگشتن دیدم عشقم و صاحب شد. اندازدش بیرون، جنازش روی دستتون میمونه، براتون درد سر میشه. باید تفنگچی رو روبروی فرد من اول جمع تحویل نمیدم. شلیک بکنیم داخلم، شلیک بکنیم. اینجا بلوایی شد آقا، ازتون میخوام کاری کنید دولت یک ساعت دست نگه داره. بازی خورده مجرد. نهایتا تا یک ساعت دیگه امارت رو میگیری. فقط امیدوارم زودتر تسلیم بشه. مدیون. نه اینطور نیست، ما به تو مدیون هستیم. نینای عزیز، نینای تبریز. مراقبه اولگا باش. تیر به استخونش رسیده، اینجا نمیتونم درش بیارم، باید سریعتر ببریمش، جراحی لازم. درخواستی دارم، اسم این بچه اولگاست، به من سپرده شده، باید یه چند روز اینجا باش. تنها راه نجات ستار خانینه که پاشو قطع کنید. دیگه حاضرم بمیرم اما روی پای خودم. جهانگیر چطور؟ سل گرفته. آرزو داشتم شما را نبینم جبر، شما بد کردی. اول با خودتان، بعد با مشروطه و بعد هم با ستار. زندان خیانت دوستانم هستم. لیلی زنده است. میخوام ببینمش. بله شده یه بار من میارمش. هرچی تفنگچی که باقی مونده بردارید، برگردید به شهر و دیار خودتون، برید دوباره زندگی بکنید، دست بردارید و برید سر زمین های خودتون. سلام ستارم به خاک تبریز. دلارام برسونید، دارم خواب میبینم. آقا جهانگیر با من ازدواج میکنی؟ آقت خبر کنی همین امروز. آیا بنده وکیلم؟ بله. وقتی حبس بودم با کسی آشنا شدم که حقیقت زندگی تو بود. من پدرتو دیدم، اون کسی که به تو تمامت یاد داده میرزا کاظمه، نه عبدالله. پدر من واقعا مرده. خبرهای واصله ها که از اینه که تبریز شلوغ شده. تلگراف ها حمله روزها رو تایید کرد. گویا در جریان حمله شخص سقط الاسلام و عده‌ای از سران مجاهدین دستگیر شدند. تبریز نباید به دست روزها می افتاد. ما شاید بهتر بود ستارخان و باقرخان رو به تهران نمی آورد. منم معتقدم که با ستارخان نباید این رفتار می شد. اگه تبریز می موند شاید الان اوضاع بهتری داشت. آقایون به نایب السلطنه جدید فکر کردیم؟ ناصرالملک همدانی، حتی بهشون تلگراف زدیم که هرچه زودتر به تهران بیاد. سالها بود دیگه اسمتو نمیشنیدم. منم مثل همه داشت باورم میشد مردی. مهمون آشنا داشتی اینجا جهانگی؟ چرخ بازیگر از این بازیچه ها چه سیار دارد؟ مهره یکی درست قبل رفتنش بیفته بده بیدم. سرنوشت جهانگیر جز مقدرات بود. اینا حتما نقشه ای دارن، باید یه راه فراری باشه. داره زنده به گورمون میکنه. چجور میتونیم دربش کنیم؟ نمیتونیم، اسلحه داره. نگران نباش، نباید بیگدار باب بزنیم. هیچ وقت هیچ جای قصه این زندگی رو من ننوشتم. هیچ وقت هم دلم نمیخواست این جوری ادامه پیدا بکنه، پیش بریم. ولی وقتی یکم رفت جلو دیدم چاره ای ندارم جز ادامه دادنش. میفهمی چی میگم راجو؟ بله بله آقا. میخوام بعد این ماجرا بفرستمت برگردی بری هند، بعد یه زندگی تازه درست کن. وقتشه دیگه منم از این به بعد فقط شکوه الممالک باشم. این شکوه الممالک خیلی کارای واجب برای انجام دادن داره. شایدم یه مدت برگردم برم پاریس. میدونی راجو
اونجا بود که یاد گرفتم چطور یه آدم میتونه پشت یه ماسک یه آدم دیگه بشه. اونجا فهمیدم آدم های پشت نقاب آدم های قدرتمندتری هست. زود کارتو تموم کن، من برم یه چیزایی جمع بکنم، تو راه روی مخفی میبینم. بله آقا. میکشه بزنش بریزه. چشم زود باش سریع بریز اینا رو. چشم آقا آفرین. این زنجی رو باز کن زنجی رو. کجا میتونه رفته باشه؟ این چیه؟ ماسک شکوه الممالکه، به جونش بسته بود، حتما با عجله رفته. تو دنیای سیاست با این ماسک میشناختنش. جلسات لوژ، معاملات دارو، هر کاری انجام میداد با این ماسک انجام میداد. اون ماسک مهم نیست، اما تفکر پشت این ماسکه که خیلی مهمه و متعلق به یه نفر، میرزا. آقا سهراب، جواهر خانم، آقا سهراب بیاین اینجا. راجو نیست، رفته. میدونستم فرار کرده. من راه فرار رو نشونتون میدم، دنبالم بیای. انتهاش نمیدونم به کجا میره. هر وقت ماسک میزد از این راه رو رفت آمد میکرد. آقا
با گلوله مرده. این یه نشونه است، اون رفته، وگرنه راجو رو نمی کشت. من اینجا رو خوب می شناسم. اینجا همون گرمابه هست دیگه. همون جایی که رماله بود. اون رمال هر کی که بوده برای میرزای حکیم کار میکرده. من گفتم چرا یه های غیرش زد. شما واقعا مادر منین؟ بله. تمام این سال‌ها یه بارم یادم نمیاد که من محبت کرده باشی. فکر میکردم زرین خانم از من بدش میاد. زرین خانم خودشو تنبیه میکرد. هر وقت میدیدمت میرزای گوشه بود تا یادم باشه که دهن باز نکنم سهراب منو بکشه. تو چه میدونی من چه کشیدم؟ سکوتم، حرف نزدنم باعث شد که بهت برسم. صد بار با هم تنها بودیم، یک بار تو اون صد بار به من نگفتی. تو میرزا رو نمیشناسی. 30 سال زندگی هولناک کنارش داشتم. اونقدر قدرت و نفوذ داره که به خیالت هم نمیرسه. بهت میگفتم هم از تهدیدش در امان نبودیم. اون همه جا آدم داره، همه جا. اون یک شیطانه. زود به زود به دیدن برادرت میای کاظم. چی شده؟ اومدم برای خداحافظی، راهی سفرم. شاید این آخرین دیدار من و تو باشه. میدونی عبدالله، یه چیزایی تو زندگی هست که تو هیچ وقت نتونستی بفهمی. تو هیچ وقت نتونستی جای کسی دیگه ای زندگی کنی. وقتی که بچه بودیم همیشه دلم میخواست
جای تو باشم. برادر بزرگتر، محبوب پدر، تو همه چی داشتی. شغل آبا و اجدادی به من به ارث رسید. شاید من خودم نمیخواستم طبیب باشم، ولی شدم. همه از تو حرف میزدن، میرزا کاظم وزیر. از یه جایی به بعد دیگه من دلم میخواست جای تو باشم. 30 سال آزگار جای من بودی، من توی این سیاه چال. شاید حق با تو باشه، ولی امروز برای یه چیز دیگه ای اومدم ببینمت. من این بازی رو باختم. 30 سال طول کشید، ولی باختم. منظورم این نیست که تو بردی، تو هم باختی. اگه گناه من قد گناه برادران یوسفه، تو گناهت قد دزدیدن زلیخاست. ما با گناهامون زندگی میکنیم. فقط فرق باخت من با باخت تو، تو خیر و شر بودنشه. من از بچگی همیشه نقش آدم بدا رو بازی میکرد، اما این دفعه اومدم یه نقش خوب بازی کنم. میخوام اسم و هویت تو بهت برگردونم. در واقع این تنها چیزیه که میتونم بهت بدم. میدونی مهمترین چیز زندگی هر آدمی هویتش. زخم‌های خیش مؤمنم، هر چند روحم را می‌کاهند، هر چند که ماه مرهم زمان را به حبس خیش کشانده. من سر بر آستان تو می‌سایم ای عاطفه خاموش، ای قلب حلق‌آویز من، دوام بیاور بازی کودکانه تپیدن را. سینه تنگ من و بار غم او هیهات، مرد این بار گران نیست دل مسکین. چیکار داره میکنه؟ چیکار داره میکنه؟ منو کجا میبره؟ چیکار داره میکنه؟ چیکار داره میکنه؟ برم کنید، برم کنید ببینم چیکار داره میکنه؟ برم کنید. بیا
چگونه است خروج از دهانه چاهی که حفارش آشناست؟ ای بالا بلند ماه، سر بر شانه چه کسی خواهی نهاد آنگاه که وزن کشنده دلفهای از خون سرخ شانه هایم را شکسته بخواهند و جنابان جانب حرمت نگه ندارند در آستانه هفت باره عشق؟ راهیست راه عشق که هیچش کناره نیست، وانجا جز آن که جان بسپارند چاره نیست. شب ای آدابدان تنهایی، استواری عشقهایم را تو زمان شده ای. خرقه بر آتش خواهم نشان، اگر نرسیده به جان بخواندم بر مسند نشسته ها را. شب ای عشق را زمان، عشق همان قلزت قلب است در اسراف تپیدن و قلب همان ذات لایزال روح است در مرگ عشق، و عشق همان سکوت است و سکوت همان نور. گر عشق نبودی و غم عشق نبودی، انسان سخن نقص که گفتی که شنودی؟ گر باد نبودی که سر و زلف رو بودی، رخساره معشوق و عاشق که نمودی؟ خیلی خوب، اینو بگیر، زردچوبه با نعناس روزی دوبار دم کنین بهش بدین بخوره، تمام زائداتو دفع میکنه، اینجوری حالش بهتر میشه. چشم حاکی، بریم خانم. به سلامت. شما چی میخوای پدر جان؟ اینجا هنوز بعد از 30 سال عطاریه؟ بله. صاحب این حجره کیه؟ منم. چطور؟ یه زمانی اینجا مال من بود، یعنی مال من که نه، مال پدرم بود. من اینجا تبابت می‌کردم. اسم شما چیه؟ سهراب. سهراب پسر زرین و عبدالله. شما منو می‌شناسید؟ شما؟ من پدرت هم سهراب، پدرت هم عزیز پدرم. خیلی وقت ازتون بیخبرم سردار. حقیقتش نگرانم.
هم نگران شما، هم نگران تبریز. بیقرارم. انشالله شما زودتر پاشید، دوباره کنار هم قرار بگیریم. خدا رو چی دیدی؟ شاید چش وا کردین دیدین تبریزیم، نجاتش دادیم از دست نااهلا. برسالار، خیالم که عمرم اونقدر کفاف نمیده که بر خاک آذربایجان دوباره پوسه بزنن. این چه حرفی میزنی سردار؟ شما عزیز یه ملتید. ببخشید اگه دیر به دیر میام، نمیذارن. نگی باقر بی معرفته. باقر تمامش عشقه. شما یار و یاور من بودید باقر خان. بعضی از آدم ها از خدا عمر دوباره میخوان که بعضی انسان ها در زندگیشون دوباره تکرار بشه. اگر صد بار به عقب برگردم، بازم هم نشینی تو رو میخوام سارال ملی. حضرت عباس پشتیبانت باشه.